اینجا یک شرکت تولید تجهیزات پزشکی کشور در شهرستان ملارد، شرکتی که با اعتماد جوانان در زمینه تولید دستگاه‌های تنفس مصنوعی که نیاز امروز کشورمونه کاملا خودکفاست. این دستگاه‌ها کاملا صفر تا صد در ایران ساخته میشه، تو همین شرکت ساخته میشه و ما قادر هستیم نیازهای کشور رو نه تنها برطرف بکنیم، بلکه میتونیم به صادرات این دستگاه‌ها هم برسیم. همین وسیله رو اگر ما می‌خواستیم از کشورهای اروپایی تهیه کنیم، ده‌ها برابر اینو باید ما پرداخت می‌کردیم. دستگاهی که قطعات آن کاملاً بومی‌سازی شده و قیمت‌های بسیار پایین‌تری در مشابه با دستگاه‌های تولید شده خارجی داره. خب حسش خیلی حس خوبیه، به خاطر اینکه شما میدونی هزینه های بیمارستانی رو پایین میاری تو کشورت. لذت بخش این که شما بتونی محصولی رو بسازی که وارداتی هستش و نشون بدی تو بخش مهندسی و ساخت حرفی برای گفتن داشت. و اینجا خط تولید تجهیزات پزشکیه که با استانداردهای روز دنیا در حال فعالیته. دستگاهایی که حتی از نمونه خارجی آن کیفیت بالاتری داره. الان این لوله‌ها توسط دستگاه نمونه خارجی تولید می‌شد که ما موفق شدیم این دستگاه رو توسط مهندسین خودمون که توی این مجموعه مسئول فعالیت هستن دوباره بازطراحی بکنیم و با کیفیت بهتر و سرعت عملکرد بهتر به خطمون اضافه بکنیم تا بتونیم بیشتر و بهتر به جامعه پزشکی خدمت بکنیم. محققان این شرکت همچنین موفق شدن نوع جدیدی از ماسک‌های محافظتی رو تولید کنن که مزیت‌های فراوانی داره. استفاده از ماسک همیشه ناراحت کننده است، به دلیلی که یه همکی که تنفس رو سخت میکنه، هم ردایی که میندازه. ما اومدیم قسمت هایی از ماسکی که با صورت درگیر میشه رو از نوعی ماده اصطلاحا پی وی سی پزشکی گفته میشه که خیلی ژله‌ایه، این ساعت ها هم رو صورت شما باشه هیچ وقت احساسش نخواهید کرد. این ماسک هایی که تولید میشه فیلترش فقط تعویض میشه، خود در واقع مجموعه قابلیت استفاده طولانی مدت رو داره. الان روزانه 5000 ماسک برای کاد درمانی در واقع میشه گفتش که تولید داره. قبلا میخریدیم میدادن، الان میخوایم بخریم نمیدن، پس خودمون میسازیم، رو پای خودمون وامیستیم. و این هم برنامه مسئولان برای حمایت از این واحدهای صنعتی. آمادگی رو اعلام کردیم که میتونیم فضایی رو برای این عزیزان تولید کننده فراهم بکنیم تا محصولاتشون رو بتونن به راحتی عرضه بکنن و از این حیث مشکلی پیش نیاد. همچنین تسهیل جدی کردیم در زمینه صدور مجوزهای لازم که عزیزان دیگه سریعاً بتونن کارشون شروع کنن و در گیرودار کارهای بروکراتیک اداری گیر نکنن. و تنها خواسته‌شان هم حمایت مسئولان و قطع واردات کالاهایی که در همینجا تولید میشه. عبدالرضا ولی محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرک صنعتی صفادشت ملارد.